الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بیننده‌های گرامی برنامه معرفت خداوند تبارک و تعالی را سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق حضور در محضر گرامی شما لطف فرمود تا در سلسله این درس‌های گرامی در خدمت شما بوده باشیم. عزیزا، ما در جلسه گذشته روی موضوع نهایت مبرم و ضروری برای جهان اسلام، مخصوصا چیز فهمای عالم اسلام بوده و است که عبارت بود از بیداری اسلامی. یعنی بیداری اسلامی یکی از موضوعات مبرم و مهم و اساسی است که نتیجه آن نه تنها برای جهان اسلام آزادی و استقلال کامل خواهد بود، بلکه اقامه حاکمیت خدا، بلکه تمثیل خواسته های ذات اقدس الهی و تمثیل حاکمیت ذات اقدس الهی توسط خلفای واقعی الله که عبارت از انسانهای سلیم بوده باشد در نتیجه بیداری اسلامی نصیب حال جهان اسلام و بلکه کافه اولاد بشر خواهد شد. این بیداری اسلامی بود، یعنی بیداری اسلامی که از آموزه های مقدس آسمانی برای انسان حاصل می شود. ما می بینیم که انسان های سلیم کارایی های بسیار بزرگی برای بشریت از نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی، علمی و تحقیقی به جا گذاشت. یعنی از این بیداری اسلامی و برکتش زوایای تاریک جهان توسط این انسان‌های سلیم و تربیت شده به آموزه‌های مقدس آسمانی. امروز علت بزرگ شکست جهان اسلام نبود آگاهی، بصیرت، بینش و درک عمیق از اوضاع جهان اسلام به نزد چیز فهما و اونهایی که ادعای درک و فهم و درایت دارن. اللهم الا من رحم، دزد یک تعداد قلیلی که ممکن انگوش شمار بوده باشد. اما دیگرها متاسفانه از این درک و درایتی که نامش بیداری اسلامی است تا انوز محروم هستند و در غفلت کامل آحاد امت اسلامی به سر می برد. بناهن ما در جلسه گذشته در مورد تعریف بیداری اسلامی و اقسامش صحبت داشتیم و در اقسامش اشاره داشتیم که بیداری اسلامی دو قسم است. یکی بیداری محض سیاسی است که بعضا خیزش ها و انقلاباتی که صورت می گیرد نتائجی به دست می آید، اما اون نتائج عظیم و بزرگ به شکل مقطعی در حفظ و در قلعه اون مبارزین و اون کسایی که بیداری سیاسی داشته و در نتیجهش از آن خیزشی که داشتن به دست آمده، مثل آزادی و استقلال. اما چند روزی از تاریخ نمی گذرد که این صفحات سبز دوباره به صفحات تاریک و مکدر زندگی مبدل می شود. یعنی
گرفتن این عطیه بزرگ الهی توسط استعمار و استثمار دیگر به قالب دیگر و به شکل دیگر. اما نوع دوم بیداری که نامش بیداری حقیقی بود یا بیداری معنوی و روحی که از مبارزات علمی و عملی در راه گسترش دین و اشاعه توحید منتج می شود، این مبارزات علمی و عملی نه تنها این مبارزات علمی و عملی آزادی و استقلال دائمی نصیب می گردانه، بلکه در کنار آن اقامه حاکمیت اسلام و حاکمیت ذات اقدس الهی را متضمن و متکفل است. پیغمبر این گونه مبارزات انجام داد. چنان انجینری بر سر انسانها از طریق مبارزات علمی و عملی کرد که دیگر نیازی نبود که بعد از خود خلیفه هم مشخص کنه، چون پیغمبر یقین داشت و می دانست که چنان انسانهای سلیم را تربیت کرده که بعد از او هم قادر و توانا خواهد بود و دارای چنان پتانسیل و ظرفیت خواهد بود که اینا خودشان می تانند بر مبنای عدالت و انصاف و انسانیت و الهی کلمت الله و خدمت به خلق الله نظامی را ایجاد و تأسیس خواهد کردن. از این جهت امروز نیاز به بیداری حقیقی است، یعنی مبارزات علمی و عملی، ایجاد بینش، بصیرت، درک و درایت برای انسانها از طریق اون نصاب پیغمبری که آیت قرآن سوره جمعه پاره 28 قرآن کریم بیان می دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. پیغمبر آمد، خدا ذات عظیمی است که کار بزرگی کرد، یعنی پیغمبر فرستاد در میان انسانهای امی و بی‌سواد از جنس خودشان. این پیغمبر چند تا کار داشت. نخستین کارش یتلو علیهم آیاته، رابطه قطع شده بشریت را دوباره تأمین بکنه با ذات اقدس الهی، یعنی ایجاد خداشناسی در حجرات مغز و قلب انسان ها. 2500 آیات و یا 2500 آیات قرآن اختصاص یافته جهت خداشناسی. و یزکیهم، بعد از خداشناسی وظیفه پیغمبر انسانها را تطهیر و تزکیه و پاکسازی هست از همه آلودگی های باطنی و معنوی مثل بخل، حسادت، خودخواهی، تکبر و دیگر نپذیری و امثال از این دیگر آلودگی هایی که قابل دید نیست ولی قلب را متضرر و صدمه می زند. بنابراین دومین وظیفه پیغمبر یزکی هم این دو چیز است که ایجاد بینش بر انسان به شکل گسترده می کنه. دو چیزی که متاسفانه از نصاب عمومی مسلمان ها به اصطلاح کت شده است و متروک و مقتوع قرار داده شده است. و یعلمهم الکتاب، وظیفه سوم پیغمبر اسلام شناسی هست، یعنی تعلیم کتاب است که انسان ها حیات سیاسی، اقتصادی و سایر زوایای زندگی خود را، روابطشان با ملل دیگر، سیاست خارجی، تعامل با دیگران را بر زیر سایه و چتر اسلام و احکام الهی که به نام 500 آیات احکام یا 500 به اصطلاح آیاتی که در بخش احکام و تکلیف شامل است، بر سر ازی و یا در زیر چتر این زندگیشان را تنظیم بکنند. ولی حکمت اینا مردمای حکما هم باشند. نتیجه خداشناسی، نتیجه خودشناسی و تعلیم کتاب یا اسلام شناسی، نتیجه و ثمریش حکمت میشه. آدم حکیم میشه، آدم مدبر میشه، آدم مدیر ساخته میشه، چنان مدیری که پیغمبر به مصر که قدامت تمدنی بسیار به اصطلاح سابقه داشته، انسان را از زیر تربیش بیرون میسازه و روانش میسازد و چنان حکومت میکنه و چنان حاکمیت اونجا تمثیل میکنه که اون مردمای متمدنی که قرون و متمادی به اصطلاح تمدن سر و کار داشتن، اونا را چنان برایشان حاکمیت و انصاف و انسانیت درس میده و عدالت و سایر ارزش های انسانی که اونا ایران میمانن.
یعنی چی؟ یعنی از این نصاب پیغمبری هر کسی بیرون شوه او آدم مدیر هست، او آدمی است که تحلیل داره، تحلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تکنیکی، علمی و تحقیقی داره، اوضاع جهان اسلام و جهان بشریت را درست تحلیل و تفسیر کرده میتونه، چنان بصیرت داره که خدای بزرگ برایش انشراح صدر صدر نصیب کرده است. انشراح صدری که ما در جلسات گذشته روی از او صحبت کردیم که آخرین مرحله ایمان به قرآن کریم انشراح صدر میگه. آدم چنان با تحلیل و با درک و با بصیرت میشه که خدای بزرگ برایش تحلیل عمیق، ارزیابی عمیق برایش نصیب میکردونه. یعنی آدم حکیم کی است که از بازی دادنتونه؟ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی میفرماید؟ مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. امروز شما ببینین که امون اشخاص و افرادی که احساس میکنه بصیرت دارن، احساس میکنن که درک و درایت دارن، الله شاهد است که 10 بار از یک سوراخ دستشان گزیده میشه، یک بار و دو بار رخ گذاشه، 10 بار، 11 بار هم دستش را اونجا نزدیک میسازه که باش این سفر چی میشه، شاید گزیده نشه. 10 بار استعمار و استکبار، کفر جهانی و کفر بین المللی بازیش میده، باز در دفعه 11 باز هم در دامن اونها خود را میغلطانه و خود را واقع میسازه. این دیگه درک و بصیرت نشد، این دیگه بینش نشد، این دیگه در جمله حکما انسانهای حکیم شامل نیست. قرآن آمد تا ایجاد بینش بکنه و از این بینش انسان حکیم شوه. اینجاست که ما مدیران دقیق، عمیق، با تحلیل، حکیم، مدبر در جهان اسلام نداریم. اگر داریم، اونا در انزوا قرار گرفته شده. امروز اکثر رهبرای جهان اسلام انسانهای تراشیده شده، پرتاب شده و ساختگی و مصنوعی، استعمار و استکبار و کفر بین المللی این نمایندگی از اونها می کند. بنابراین بیداری اسلامی امین است دیگه، تعریفش امین است که انسان حکیم، انسان مدبر، انسان مدیر، تحلیل اوضاع اجتماعی و سیاسی و بررسی مسائل اقتصادی را انسان داشته باشه و رهبر فکری شوه. فرق است دوستای عزیز از این که انسان تخصص در اسلام داشته باشه و فرق است میان این که رهبر فکری در اسلام بوده باشه. ما متخصصین اسلام بیشتر داریم، ولی رهبرای فکری و دینی و علمی و تحقیقی و سیاسی و مدبر نداره. از این جهت جهان اسلام را اسیر، یتیم، بی‌دفاع و بی‌سرپرست می‌بینیم و قلمدادش می‌کنیم بر مبنای واقعیت عینی ملموس و محسوسی که عملا مشاهده می‌شد. پس بناهن این بیداری حقیقی است که از راه مبارزات علمی و عملی در راه گسترش دین و اشاعه توحید منتج می شود. نه تنها آزادی و استقلال را به میان می آرد، بلکه متضمن و متکفل اقامه حاکمیت اسلام خواهد شد. عوامل پیدایش بیداری دوستای عزیز دو قسم به دو شکل می آید. یکی به شکل خارق العاده است، دوم به شکل عادی و اکتسابی است. خارق العاده از نامش پیدا است که به مو مأمورین خاص و بندگان خاص خدای بزرگ میده که امون حدیث مصداق این قضیه هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در سر هر قرن، یعنی در رأس هر قرن، الله بزرگ انسانی را برمی انگیزد و انتخاب میکند برای احیای ارزش های به دست فراموش شده، به بود فراموش شده، تا انسان دعوتگر و آگاه و به اصطلاح فرهیخته و به اصطلاح انتخاب شده از سوی ذات اقدس الهی بر احیای مجدد ارزش‌های عالی الهی و ربانی و آسمانی بپردازد تا بشریت زندگیش از حالت کدرانیت و ظلمانیت و تاریکی به سوی نورانیت و سعادت و سلامت و امنیت، سوق و اراده و مقابل شود. و در مورد از اینها قرآن کریم می فرماید امی بندگان و مأمورین خاص و ممن خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون. اما نوع دوم بیداری اکتسابی است که از یک سری
از حوادث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنیکی و نظامی برای انسان حاصل می شود. از اون جمله مثلا ادامه اشغال نزدیک به 70 سال و یا بیشتر از آن و تجدید جنایات یهود و حامیان نصرانیشان در فلسطین مظلوم، فلسطین مظلومی که نزدیک به 70 سال و یا بیشتر از آن زیر ضربات ظالمانه و جفاکارانه رژیم فاسد و رژیم غیر انسانی صهیونیسم قرار دارد و همچنین حامیان نصرانی ایشان. این خودش ادامه این اشغال و حملات و حوادث باعث بیداری برای انسان ها می شود. نکته دیگر دردهای مشترکی که وجود دارد از نظر دینی، سیاسی و اقتصادی در مجموع عالم اسلام. شما دردهای مشترک بزرگ دینی را می بینین، دردهای بزرگ به اصطلاح مشترک اقتصادی و سیاسی را می بینین. خلاهای بزرگ سیاسی، دینی و اقتصادی عملا در جهان اسلام قابل درک است، ولو که برای انسان کم سواد و کم علم و کم درک و کم بینش هم بوده باشد. این خودش باعث از این میشه که انسان ها آگاه شوند، بیدار شوند، این دردها را درک بکنند با عنوان جزی از جامعه و با عنوان کسی که این هم از این دردها به آسیب نمیده، آسیبش برایش رسید است. خصوصا نبود آزادی و استقلال کامل فرصت خوبی است برای دعوتگران و انسانهای آگاه و خبیر و رهبران فکری که جهت بیداری اسلامی در میان امت اسلامی به اصطلاح مصروف کارند. انزجار قلبی جهانیان به طور اخص نفرت مسلمانان از قدرت‌های متجاوز و ایجاد ناامنی، فقر و نابسامانی و افروختن آتش جنگ به پیمانه بسیار گسترده و حضور نامشروع نظامی، استعمار جهانی و کفر بین‌المللی در زوایای مختلف جهان مظلوم و جهان اسیر اسلام. این خودش باعث از این میشه که بیداری به وجود میاد، انسان‌ها متوجه شوند که قضیه چی شده است و کدام طرف ما در حال حرکت هستیم. امروز شما به اصطلاح عملکردهای ناسزا و ناروای قدرت‌های متجاوز و به اصطلاح انحصار طلب را عملا در جهان اسیر مظلوم و بی‌دفاع اسلام می‌بینید. مثلا فقری که موجود است در تمامی جهان و بخصوص جهان اسلام. این فقر زاده عوامل طبیعی نیست که تکنیک نباشه، سرمایه نباشه، تکنولوژی نباشه، به اصطلاح معادن طبیعی خدا داده شده رو به تمام بوده باشه. نه خیر، این چنین قضایا نیست، بلکه در برای از این عوامل بزرگ استخباراتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. همچنین افروختن آتش جنگ ها که شما عملا میبینید در منطقه به اصطلاح جنگ های پروژوی و نارام کننده عملا جریان داره. این هم از عملکردهای ناسزا و غلط و ناروای استعمار جهانی و کفر بین‌المللی است. توسعه ارتباطات و همگانی شدن اطلاعات نیز از فرصتی است. یعنی اطلاعات و یعنی به عبارت دیگر جهان مجازی که امروز شما میشناسین، تلفون و فیسبوک و اینترنت و سایر مواردی که در این باب شامل هستند، باعث ازی شده که انسان ها بی خبر نمانند و از به اصطلاح قضایایی که در برایشان جریان دارد، حوادثی که به میان میاد آگاه شوند و این آگاه شدن باعث ازی میشه که انسان ها آگاه به اصطلاح بیدار شوند و یک بیداری اسلامی در انسان ها ایجاد شود، مخصوصا او حوادث خطرناکی که تکان دهنده هست و به اصطلاح آثار مخربی را برای بشریت و انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع به جا می‌گذارد. این بعضی از عوامل است که به مو شکل دوم این بیداری یا عوامل پیدایش بیداری عادی و اکتسابی است که برای آحاد انسان‌های چیز فهم و با درک پیدا می‌شود. یک سری از موانع و تهدیدات در فراراه بیداری اسلامی واقع هست. ان شاء الله در برنامه بعد به ادامه این بحث، یعنی موانع و تهدیدات بزرگ
در برابر فرصت بیداری اسلامی که قرار داره انشاءالله صحبت خواهیم کرد. تا حضور و سلام و حرف دیگر که انشاءالله در ادامه این مبحث با شما حاضر خواهیم شد، شما را به الله بزرگ میسپارم. الى اللقاء، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.